در هفته گذشته شاهد اعتصابات گسترده کارگری همراه با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی بودیم. در همین حال تضادها در درون رژیم به همین دلیل شدت گرفته که منجر به برکناری یکی دیگر از وزیرای کابینه رئیسی از طرف مجلس ارتجاء در یک دعوای باندی شد. از طرف دیگه قیام سراسری مردم ایران بعد از گذشت 7 ماه با موانعی برای پیشروی همراهه. این موانع چیست و چگونه میشه اونها را از مسیر پیشروی قیام برداشت؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای فرید ماهوچی. آقای ماهوچی، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین و در این برنامه شرکت هستین. سلام می‌کنم خدمت شما. می‌خواستم به عنوان سوال اول وضعیت رژیم رو برای بینندگانمون توضیح بدین و اینکه با چه بحران‌هایی روبروست. سلام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز و با تشکر از اینکه منو به این برنامه خیلی خوب دعوت کردید. حالا تو پاسخ به سوالتون در رابطه با بحران‌ها، همینطور که الان هم توی اخبار بود، این چند هفته ما به اصطلاح اعتصابات گسترده کارگرا رو تو سراسر کشور داشتیم و بحران‌های دیگه. قبل از هر چیز من بگم که اصلی ترین بحرانی که رژیم درگیر اونه بحران سرنگونیه. چرا که رژیم تو یک بن‌بست استراتژیکی که هیچ برون رفت به اصطلاح استراتژیکی نداره رژیم، و این بحران ها هم ناشی از اونه. هر روز میبینیم با یک بحرانی روبروه. اعتصابات کارگری، از اون ور میبینیم بحران دارو، مسئله فقر، فساد، گرونی. یعنی هر روز رژیم با یک بحرانی روبرو میشه و چون نمیتونه این بحران ها رو حل کنه، راه حلی براش نداره، در نتیجه همه این بحران ها میریزه در درون رژیم. همینطوری که خودتون هم اشاره کردید، مسئله جنگ گرگ ها رو در درون رژیم افزایش میده. مثلا این دولت رئیسی که به اصطلاح وقتی سر کار اومد قرار شد رژیم یک دست بشه، رژیمی با دولت و مجلس و نمیدونم قوه قضاییه یک دست، ولی میبینیم که در همین دوران چطور یک به یک وزرای رئیسی میان استیضاح میشن و رد صلاحیت میشن، که آخرینش همینطور که گفتید به اصطلاح وزیر سمت بود، که این همین جور ادامه داره و این بحران ها تا روز سرنگونی ادامه خواهد داشت. یعنی چیزی نیستش که به اصطلاح رژیم بتونه اون رو کنترل بکنه. بحران هایی که یک به یک تا روز سرنگونی و تا روزی که تمامیت این رژیم سرنگون بشه این ادامه خواهد داشت، به دلیل اینکه همینطور که گفتم رژیم هیچ برون رفت استراتژیک برای حل مسائلش نداره. خب با تشکر. الان ما در 8 ماه بعد از شروع قیام سراسری هستیم. ارزیابیتون از شرایط سیاسی فعلی کشورمون چیه؟ ببینید، در رابطه با وضعیت به اصطلاح ایران بعد از قیام، بعد از این 6-7 ماه قیام، همینطور که گفتم اگر به وضعیت رژیم نگاه کنیم، گفتیم رژیم در یک بن‌بست استراتژیک قرار داره و توان حل و فصل هیچ یک از مسائل اجتماعی رو نداره. در نتیجه روزانه با بحران‌ها روبرو میشه. از طرف دیگه هم رژیم خیلی خوب میدونه که قیام بعدی در راه و این مسیر سرنگونی رو میره. ولی این بن‌بست استراتژیک و این نداشتن به اصطلاح برون رفت استراتژیک برای رژیم به این معنی نیست که رژیم هیچ کاری نمیتونه بکنه. رژیم هم از اون ور دست به توطئه میزنه. توی این پروسه هم دیدیم توطئه های مختلفی میزنه برای اینکه بتونه عمر رژیمش رو اضافه کنه، زمان بخره. که یکی از مهمترین توطئه هایی که رژیم طی این مدت کرده و استعمار هم کمک کارش بوده، یعنی توطئه‌ای که هم استعمار و هم ارتجاع پشت اون بودن، به اصطلاح آلترناتیو سازی بود. یعنی چی؟ ببینید، رژیم چون میدونه تمام شرایط و وضعیت جامعه رو میدونه که به چه شکل هست، فقط یک راه رو در مقابل خودش میبینه که بتونه برای خودش زمان بخره، و اونم اینه که بتونه آلترناتیو واقعی و اون نیروی سرنگون کننده رو به حاشیه برونه. بنابراین تلاش میکنن مرزبندی که وجود داره، مرزبندی که حالا یک نیروی انقلابی بهش میگه مرزبندی بین جبهه خلق و ضد خلق، مرزبندی بین جبهه مردم و دشمنان مردم، تلاش میکنه این رو مخدوش بکنه، و با مخدوش کردن اینه که میتونه اون استراتژی که میتونه رژیم رو سرنگون کنه رو هم به حاشیه برونه و استراتژی های انحرافی رو معرفی کنه و به این ترتیب برای خودش زمان بخره. و این توطئه هایی که به طور مشترک میبینیم که هم رژیم هم استعمار و هم رادیوهای معلوم الحال
که هر کدوم منافع یک کشور همون کشوری که به اصطلاح پولشون رو میده رو تامین میکنه مدت ها از شروع قیام این رو دنبال میکردن. ارتجاع و استعمار برای منحرف کردن قیام اشاره کردی، راه حل های انحرافی که در این هفت ماه فکر کنم همه شاهدش بودیم. میشه مقداری توضیح بدین که این توطئه چیه و چه نفعی براشون داره؟ بله، ببینید همینطور که گفتم اگر مثلا ببینیم خود توطئه چیه، توطئه اصلی اینه که اون نیروی سرنگون کننده یعنی مجاهدین و شورا رو به حاشیه برونن، اون استراتژی که میتونه سرنگونی رو یعنی رژیم رو سرنگون بکنه اون رو به حاشیه برونن. حالا برای این کار ما از 6 7 ماه پیش دیدیم که بچه شاه یهو یک دفعه اومد توی این رادیوهای معلوم الحال به عنوان یک آلترناتیو مطرح شد و بعد از اون طرف اومدن به اصطلاح یک ائتلافاتی با محوریت بچه شاه تشکیل دادن و نمیدونم منشور و از این بازی ها و این تلویزیون های معلوم الحال هم شروع کردن با های و هوی و تبلیغات برای این. خب چرا این کار کردن؟ همینطور که گفتم برای اینکه این مرزبندی بین جبهه خلق و به اصطلاح دشمنان مردم ایران رو مخدوش بکنن. حالا توی این مسیر خیلی هم اتفاقا گول اینها رو خوردن، یعنی این فریبکاری که دشمن رژیم از یک طرف و معافل استعماری از طرف دیگر انجام میدادن گول این رو خوردن و بحث همه با هم رو پیش بردن. گفتن خب الان قیامه، همه با هم باید متحد بشیم، اپوزیسیون تشکیل بدیم تا بتونیم این رژیم رو سرنگون بکنیم. خب این بحث همه با هم و اپوزیسیونی که همه توش باشن و بچه شاه هم توش باشه یک فریب بیشتر نیست، فریبی که هدفش فقط منحرف کردن مسیر قیامه. چرا؟ بذارید من یک مثال تاریخی بزنم تا مسئله روشن بشه. خواهش میکنم. ببینید در زمان جنگ جهانی دوم فرانسه توسط آلمان هیتلری اشغال شد. وقتی به اصطلاح آلمان‌ها فرانسه را اشغال کردن یک دولت دست نشانده، دولت ویشی را آوردن سر کار. سوال، آیا زمانی که دولت ویشی سر کاره نیروهای مقاومت فرانسه میتونن بیان بگن خب حالا ما اپوزیسیون هستیم، از اپوزیسیون راست و چپ و میانه و همه متحد شیم، همه با هم نافرمانی مدنی کنیم که دولت ویشی سرنگون بشه؟ خب الان همه میفهمن این یک به اصطلاح فاکت تاریخیه و این حرف هم واقعا یک حرف مزخرفیه. یعنی چی اپوزیسیون؟ یعنی چی اپوزیسیون دولت ویشی؟ یعنی چی تنها چیزی که در مقابل این دولت دست نشانده و آلمان نازی میشه بیسته در مقابلش نیروی مقاومته، نیروی مقاومت فرانسه که سلاح گرفت دستش و مبارزه کرد که بتونه این اشغالگرا رو از کشورش بیرون بکنه. حالا برگردیم به ایران، ببینیم کشور ما توسط این آخوندهای جنایتکار اشغال شده. این آخوندها دارن با کشتار، با اعدام، قتل عام، زندان، شکنجه، حمله شیمیایی، الان میبینیم به دخترها توی مدارس سر پا مونده. اپوزیسیون یعنی چی؟ چپ و راست و همه با هم یعنی چی؟ که اینجوری مرزا رو مخدوش میکنیم، بچه شاه میشه به اصطلاح اپوزیسیون راست. توی این شرایط فقط مقاومت، جنبش مقاومت معنی داره که بتونه در مقابل این رژیم بیسته و تنها استراتژی هم که جواب داره استراتژی آتش، استراتژی آتشی که کانونهای شورشی اون رو پیش میبرن. در نتیجه با این مخدوش کردن مرزبندی که میگم مرزبندی بین جبهه خلق و جبهه ضد خلق، اینجوری میان مسائل رو مخدوش میکنن. حالا به اصطلاح این منشور و این ائتلافی که به اصطلاح تشکیل شده حرفش چیه در خارج کشور؟ میگن که به اصطلاح هر جا میرن، هر جلسه ای که میذارن میگن ما نماینده مردم ایران هستیم، سازمان مجاهدین خلق نماینده مردم ایران نیست. بله، یعنی نیروی اصلی سرنگون کننده که بیش از 44 ساله دنبال میکنه مسئله سرنگونی رو، این رو باید به حاشیه روند و این به اصطلاح نفرات بشن به عنوان نماینده مردم ایران شناخته بشن و به این ترتیبه که میبینین قیام رو منحرف میکنن و رژیم هم بیشترین استقبال رو از این میکنه، چون از اون ورم استراتژیشون چیه؟ استراتژیشون به اصطلاح نافرمانی مدنی در ایران و فروپاشی رژیم از طریق سپاه، چشم دوختن به سپاه که البته برای هر ناظر به اصطلاح آگاهی مشخصه که اینها همش
فریبه و پوشاله و به هیچ جایی نمیرسه، ولی این توطئه‌هایی که بسا دارن پیش و منافعش هم که سوال کردیم منافعشون چه؟ منافعشون هیچی، به سادگی از رژیم امتیاز بگیرن. دولت‌های استعماری از رژیم میخوان امتیاز بگیرن. سالیان به اصطلاح بحث استمالت رو پیش بردن و همینطور به اصطلاح این نیروی سرنگون کننده رو به حاشیه برونن. خیلی ممنون، واقعا خیلی توضیحات جامعی بود. خب علارغم این موانعی که بوده در قیام سراسری مردم ایران، میخواستم اگه بشه به دستاوردهای این قیام هم که الان بیش از 7 ماه ادامه پیدا کرده علارغم سرکوب و تمام این موانع بپردازیم و اینکه این دستاوردها چه تأثیری در تداوم این قیام داره. ببینید در رابطه با دستاوردها من فکر می‌کنم واقعا قیام این دور دستاوردهای خیلی خیلی زیادی داشته. اولا رژیم دیگه به دوران قبل از شهریور و قبل از این قیام بر نمیگرده. رادیکالیزه شدن قیام، از اون طرف تو جامعه بین المللی دیدن که ببینید این رژیم سرنگون میشه، شرایط عینی آماده است و به اصطلاح فقط بحث زمانه که کی سرنگون بشه. از طرف دیگه روی توطئه‌های رژیم صحبت کردیم و آلترناتیو سازی. یکی از مهمترین دستاوردهای قیام طی این 6-7 ماه من فکر می‌کنم سوزوندن همین توطئه‌های ارتجاع و استعماره. اگر اونها می‌خواستن این مرزبندی بین جبهه خلق و ضد خلق رو مخدوش بکنن، مردم ایران به دلیل آگاهیشون، به طور مشخص دانشجوهایی که در سراسر دانشگاه‌های ایران اعتراض می‌کردن، مردم در سراسر کشور از جمله در کردستان، در بلوچستان که همین امروز دیدیم، در آذربایجان و در سرتاسر ایران با شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، یا با شعار نه شاه و نه شیخ، به طور واقعی این توطئه رو سوزوندن و نشون دادن که مردم ایران مطلقاً خواستار بازگشت به دیکتاتوری سابق نیست. اینطوری نیستش که چون رژیم جنایت کرده بخوان به اصطلاح رژیم دیکتاتوری سابق برگردن و یا اینا با هر توطئه‌ای بیان این مرزبندی رو مخدوش کنن. این همه رادیوهای بیگانه به اصطلاح دمیدن با های و هوی، تلاش کردن این مرزبندی رو مخدوش کنن، ولی اون چیزی که مردم ایران نشون دادن مطلقاً اینا رو نمیپذیرن و در سراسر ایران و در صدها به اصطلاح تظاهرات با شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، این مرزبندی رو هرچه بیشتر تثبیت کردن و من فکر میکنم این یکی از بالاترین دستاوردهاست و در ادامه قیام هم همین به اصطلاح خط و همین خط و به اصطلاح خط آتشی که کانونهای شورشی پیش میبرن، این رژیم سرنگون خواهد شد و به طور مشخص این در چشم‌اندازه و وحشت رژیم و آلترناتیو سازی رژیم هم به همین دلیله که از همین وحشت دارند. خب آقای ماچی، به عنوان سوال آخر، از مجموعه بحث هاتون چه نتیجه میگیرین خودتون و بزن اینطور بگم، قیام در چه نقطه ایه و چشم‌انداز رو چطور میبینید؟ ببینید من اگر خیلی خلاصه بگم، بخوام حرفامو خلاصه بکنم، من چند تا محور میگم سر بحث خود به اصطلاح قیام که میگیم. خواهش میکنم. اولا ببینین رژیم هیچ راه حلی نداره، در بنبست مطلقه، برون رفت استراتژیک هم نداره و همونطوری که گفتم رژیم دیگه به وضعیت قبل از این قیام بر نمیگرده. رژیم خیلی خوب خودش میدونه که بالاخره قیام بعدی در راهه. این یک. دو، وضعیت جامعه ایران شرایط عینی انقدر جوشانه، انقدر فعاله، با هر جرقه ای دوباره یک قیامی سر خواهد کشید و به همین دلیل هم گفتیم رژیم وحشت داره و دست به توطئه میزنه. در نتیجه جامعه ایران آماده است، شرایط عینی آماده است، با هر جرقه ای قیام بعدی شکل خواهد کرد. در نتیجه این مسیر لاجرم مسیر سرنگونی رو داره میره. از اون طرف ما ببینیم کانونهای شورشی با اقداماتی که میکنن، با فعالیتهایی که میکنن، با استراتژی که پیش میبرن، این سرنگونی رو هرچه نزدیکتر میکنن و این خط سرنگونی رو دارن پیش میبرن و وحشت رژیم هم از همینه، به همین دلیل دست به این توطئه‌هایی که گفتم میزنه. حالا
در این مسیر شک نکنید که رژیم دست از توطئه بر نمی‌داره، چه رژیم و چه استعمار باز هم توطئه خواهند کرد. در نتیجه در مسیر و در چشمنداز باید به اصطلاح جوانان آگاه، دانشجوها، مردمی رو که به اصطلاح ممکنه کمتر مطلع باشن رو باید به این توطئه های رژیم آگاه کرد و گفت نباید اجازه داد به رژیم که بیاد مرزها رو مخدوش بکنه که مسیر انقلاب و مسیر قیام رو منحرف بکنه و یا اجازه بدن رژیم برای خودش زمان بخره. ماده اینم که نگذارن این مرزبندی ها مخدوش بشه، همین شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، یا نه شاه و نه شیخ، رو در هر فعالیتی، در هر اعتراضی و در هر قیامی باید بدن تا این مرزبندی ها رو روشن کنه و این باطل و سحر به اصطلاح خونسا کردن توطئه های رژیمه. و به همین دلیل هم باید همونطور که گفتم دانشجوها، قشر آگاه، کسانی رو که ممکنه کمتر مطلع باشن و بعضا تحت تأثیر این توطئه های رژیم قرار بگیرن رو مطلع کنن و بدونن. و از طرف دیگه هم هرچه بیشتر باید به کانونهای شورشی کمک کرد که این قیام، آتش قیام رو بالاتر ببرن که بتونیم به اون نقطه سرنگونی برسونیم. و اگه اجازه بدین در آخرین به اصطلاح جمله من می‌خواستم یک جمله به کانون‌های شورشی بگم که تمام فعالیت‌های اونها از زدن یک پلاکارد، از تهاجم به مراکز سرکوب دشمن، از شعار نویسی در در و دیوار و هر جایی که می‌کنن بسیار بسیار ذی‌قیمته. اونها با این فعالیت‌هایشون توطئه‌های دشمن رو در هم شکستند و با پیش بردن این شعار مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، توطئه بزرگ استعمار و ارتجاع رو در هم شکستند و هر چه بیشتر باید این رو ادامه بدن. بنابراین درود به کانون‌های شورشی. بله، درود به اونها. ممنونم از شما آقای ماهوچی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و در این گفتگو همراهمون بودین و به سوالات ما پاسخ دادین. با تشکر از شما. خیلی ممنون. خدا نگهدار. خدا نگهدار.